با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یواش خوش آمدید. سرخط خبرها: زندانی شدن یک مهره تازه از یک پرونده فراموش شده. محب الاصافی معاون پیشین بانک مرکزی و از متهمان فراری پرونده کابل بانک پس از بازگشت به کابل زندانی شد. آقای محب الاصافی که قبلا معاون ده افغانستان بانک بود و یکی از جمله محکومین ازی بود که به مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم شده بود. مفتی انتحاری با چرخش 180 درجه ای. رئیس شورای علمای پاکستان که پیش از این حملات انتحاری را در افغانستان روا دانسته بود، اکنون از روند گفتگوهای سال پشتیبانی می کند. ما خپل حکومت ته هم دعوی، خپل فوج ته هم دعوی چې هغه د افغانانو په منځ کې د مذاکره، بین الافغانی مذاکره په دې لړ کې خپل کوششونه وکړي. تلاش نظامی برای پایان دادن به یک گروگانگیری. نیروهای امنیتی عملیاتی را برای نجات مسافران ربوده شده در زابل آغاز کردند. خاقبان پولیسوالی کنین پتری بجی که عملیات شروع شده. میخوایم پدرم را به شخص سلامت خانه برمیگردم. و بیل گیتس همچنان مرد ثروتمند جهان است. به نام خدا و شب شما بخیر. محب الاصافی معاون پیشین بانک مرکزی و از متهمان اصلی در پرونده کابل بانک زندانی شد. دادستانی کل میگوید که آقای صافی در پیوند به ورشکست شدن کابل بانک به یک سال زندان محکوم شده بود، اما وی پس از حکم دادگاه از کشور فرار کرد و پس از بازگشت در کابل به زندان افتیده است. از میان نو فراری محکومان بحران کابل بانک، بزرگترین پرونده فساد مالی در کشور، یک تن آنان بازداشت گردید. لویساران ولی می گوید که محب الله صافی معاون پیشین بانک مرکزی که به یک سال زندان محکوم شده است و فراری بود، در نتیجه فشارهای حکومت ناگزیر شد به کشور برگردد و خودش را به ساران ولی تسلیم کند. محب الله صافی به ضمانت وزارت مالیه به بیرون از کشور رفته بود. آقای محب الله صافی که قبلا معاون ده افغانستان بانک بود و یکی از جمله محکومین ازی بود که به مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم شده بود و در فرمان رئیس جمهور بود که باید او دستگیر می شد و به زندان انداخته می شد و تاریخ ده قوس خودش مراجعه کرد. مطابق فرمان رئیس جمهور فعلا او تحت توقیف است. کابل بانک بیشتر از 4 سال پیش به بحران رفت و بیش از 900 میلیون دلار این بانک حیف و میل شدند. اما با گذشت سالها و تلاشهای فراوان حکومت، تا کنون بخش اندک این پولها به دست آمدند. از شروع بحران کابل بانک تا فعلا 179 میلیون دلار نقد جمع شده که 48.6 میلیون دلار دارایی کابل بانک بالای ارگانهای دولتی به فروش رسیده که 179 جمع 48 در مجموع 228 میلیون دلار از مجموع قرضهای کابل بانک جمع آوری شده. فرار بدهکاران از کشور، تغییر نشانی های بدهکاران، نبود سند های لازم برای پرداخت بدهی ها، دادن بدهی به گونه غیر معیاری و بدون دادن تضمین و نیز دادن بدهی به شکل گروهی از چالش های هستند که گردآوری تمامی پول های این بانک را ناممکن ساخته است. ما فکر نکنم که تماما پیسه ها به دست بیه، اما ما در 100% در تلاش هستیم، کوشش میکنیم که تماما پیسه ها به دست بیه، به خاطر اینکه از دارایی ملت است و یک لکه بسیار بزرگی برای نظام بانکی افغانستان و برای سیستم اقتصادی افغانستان بوده. قرض های منازعوی و قرض هایی که تحت منازع است جمع آوریش فعلا ناممکن است. کابل بانک بیشتر از 4 سال پیش به بحران رفت. سپس دادگاه افزون بر دادن حکم زندان بر 21 تن، حکم پیگیری 16 تن از کارمندان دیگر این بانک را که در ورشکست شدن کابل بانک دست داشتند نیز صادر کرد. اما بسیاری از این 16 تن از کشور فرار کردند. به همین گونه از میان 21 تن از محکومان که باید زندانی می شدند، تنها 13 تن زندانی هستند و 8 تن دیگر از کشور فرار کردند. برای بحث بیشتر سهراب بهمن، کارشناس مسائل اقتصادی، اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای بهمن. بازداشت یکی از متهمان اصلی پرونده کابل بانک، فکر میکنین چه تأثیری میتونه داشته باشه برای پیگیری پرونده؟ سلام خدمت شما بنده های عزیز. شما اساسا کسی که در حقیقت گرفتار شد و به زندان رفت، یک کسی هست که سابق سمت معاونیت اول
بانک مرکزی افغانستان داشت و در اون قضیه او هم داخل بود و ای در حقیقت در حدود یک سال قیدش برآمده. بنان اوقدر چیزی هم نخواد باشه که به عنوان کسی باشه که یکی از متهمین اصلی باشه، بلکه بوده در قضایا دخیل بوده، اما ای که بزرگوار اگر خوب می بود در جریان محکمه می بود، در جریان تحقیقات می بود و بعد از این هم حکم صادر می شد، باز کمک می شد که سرش بیشتر آدم فکر بکنه، به خاطر از این که بعد از تمام از این که مراحل طی می شه اینا در حقیقت به افغانستان تشریف میارن و باز دستگیر میشن و باز زندان میرن، این در حقیقت یک چیزی اوقدر تاثیرگذاری نیست در روند قضیه کابل بانک که بتونه تاثیر بسیار به سزای داشته باشه. شما گفتین که اگر در جریان محکمه می بود آقای صافی، اگر می بود چی میشد؟ اگر می بود من مطمئن بودم که به عنوان کسی که در حقیقت یکی از مدیران ارشد در امور بانکداری افغانستان بود و کسی که در این قضایا دخیل بود و نظارت از امور بانکی را داشت، بسیار موضوعات را شاید میگفت و بعضی کسانی که بزرگترین کسانی بودند در پهلوی کسانی که محکوم شده اند این اونا را هم افشا میکرد. اما حالا دیگه تقریبا همه چیز دوسیه بسته شده و کسانی که مجرم شناخته شدن همون در حقیقت مجازاتی را که بالایشان توسط محکمه تعیین شده اونم را سپری میکنن. کدام چیز بیشتر از این دیگه اتفاق نخواهد افتاد در قضیه کابل بانک؟ حالا 8 تن دیگه هم تا هنوز فراری هستند. خب اگر دست قانون به آقای صافی رسید برای دیگران چرا نمیرسه؟ خب آقای صافی آمد افغانستان چون یک تعداد ملکیتایش هم من به اساس معلوماتی که دارم قید کرده بودن و دیگه به او خاطر مجبور شد بیاید. آیا چنین فشاری میتونه بالای دیگران باشه؟ شاید در داخل بوده باشه به نحوی، چون دیدن که دیگه قضیه تکمیل شده، یک کسی هست یک سال سپری میشه، باز شاید شوه نشوه پس دوباره آزاد شوه، بنان اونقدر تاثیر نکرد دوباره اون هم کسانی که مدیریت میکردن قبلا اون رو دوباره خواستن که بیا قضیه را خلاص کن، دیگه هیچ ضرور نیست که تو هم مهاجر باشی و مدتی از وطن دور باشی و از تمام تصمیم گیری های بزرگ بعدی هم دور باشی، بنان بیا قضیه فیصله شده اونقدر جنجال بزرگی نیست بیا باش، در صورتی که کسانی که مدیران یک امور هستند و کسانی که در حقیقت یک سکتور رهبری میکنن و صدمه اون سکتور میبینن، شخصی اولی که مدیرانی از اون سکتور هستند باید مورد پیگرد قرار بگیرن. چرا از مدیریتش ناسالم شما باعث شد که این سکتور بر علاوه از اینکه در حدود یک میلیارد دلار به بدنه اقتصادی افغانستان ضربه بزنه، بلکه یک وضعیتی را به وجود آورد که بی‌باوری ها را در بیان مردم ایجاد کرد و دیگه مردم باز با مو شک سابقش میرن، اما پول های خود در بالشتای خود نگهداری میکنن تا اینکه به نظام اقتصادی بیارن و او تولید سرمایه بکنه. حالا سوالی که مطرح است که آقای صافی به ضمانت وزارت مالیه به بیرون از کشور رفته بود، این سوال هم حل نشده که آیا اون ضمانت کارساز بود یا خود آقای صافی؟ ما قضیه را با خاطر گفتم، خوب بود در جریان محکمه می بود، در جریان تحقیقات می بود، این قضایا روشن می شد. حالا دیگه دوسیه بسته شده، بعد آمدنشان هم هیچ چیزی نمیتونه تاثیر بذاره. من اگر می بود فکر میکنین چه افشاگری های قرار بود؟ من فکر میکردم که وضعیت کمک تغییر میکرد و بعضی کسایی که در پشت پرده بودن، مخصوصا در رده های بالایی بودن، شاید در قضایا داخل می بودن، چون کسانی که تضمینشان کردن که بیرون برن حتما پای کس بعد تعدادی از افراد اونا هم داخل می ساختن. حالا از اون جدیت روزهای نخست حکومت وحدت ملی و فرمان رئیس جمهور غنی هم خبری نیست، خیلی مسئله کابل بانک ظاهرا به حاشیه رفته، چرا این گونه؟ بسیار خوب به یادم است که یک مدتی قبل در میز بگردانندگی شما در فرخارمر بودم و در اونجا گفتم که قضیه کابل بانک بسته شد، یگان قدمه های کوچکی برداشته میشه که دیگه او تاثیرگذاری در این پرونده نخواهد بود و این پرونده به مو تاریخ سپرده شد دیگه و پول هایش هم بر اساس که معاون تصفیه کابل بانک در گزارش شما هم گفت دیگه قابل وصول هم نیست، او فیصله شد خلاص شد دیگه قضیه کابل بانک بسته شد، یگان نقطه های کوچک و بزرگ، یگان گام های کوچک و بزرگ برداشته میشه که او قدر موثر در اون قضیه بزرگ مالی او قدر تاثیرگذار نخواهد. فکر میکنین چی چی سبب شد که این گونه شوه که در همین جایی پرونده ظاهرا به پایان برسه، چیزی که هنوز حکومت پایانش را اعلام نکرده؟ آیا مصلحت سیاسی در کار بود یا مشکلات دیگری؟ من چندین موارد را خدمتتون عرض میکنم که در اون قضیه داخل بود. یکی همین که مدت زمانی که برای این پرونده گذاشته شده بود در حدود 40 روز، این بسیار یک میاد کمی برای یک قضیه بزرگ مالی در حدود یک میلیارد دلار هست، چون میفهمین که یک میلیارد دلار وقتی در یک نظام اقتصادی اختلاس میشه یا سوء استفاده قرار میگیره از امو دارایی ملت، این دیگه یک نفر یک شخص و یک کار ساده ای نیست، این بسیار یک پرونده بزرگ است، ضرورت به مطالعات بسیار عمیق و گسترده داره، بنان در کوتاه مدت بسیار مشکل بود که شما بتونید به یک نتیجه برسید. و دوم هم بعضی کسایی شاید بوده باشند که فشارهای وارد کرده باشند که در حقیقت نتونه این موفقیت لازمی را به بار بیاره. و در کناری از این چیز دیگری هم بود که امی واقعیت هم رمی هست که سکتورهای چی بانکی ما و چی سکتورهایی که در امی قضیه دخیل بودن، مثلا سکتورهای عدلی و قضایی ما، این
نو قضایا از توانشان هم بالا بود. شما تجربه اینها را در این راستا بسیار کم دارین که ایت یک قضایا را حل کرده باشد. بنان با مو یک نوی سرسری تیر شدن و قضیه را هم فیصله کردن، یک تعدادی به یک 10 سال حبس محکوم، یک تعدادش به یک سال حبس محکوم و یک مبلغ پولی را به عنوان جریمه بیارن که من مطمئن هستم و پولها هم دوباره بازگشت نمیکرد. گیریم اگر او پول هم بازگشت کرد، این وضعیتی را که به وجود آوردن، این اعتمادی یا بی‌اعتمادی را که در بین سکتور اقتصادی به وجود آوردن، این را دیگه هیچ کس جبران کرده نمیتونه. سپاسگزار از شما سارا بهمن، کارشناس مسائل اقتصادی. ممنون از حضورتان. رئیس شورای علما و رئیس ایالتی جماعت اسلامی پاکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی میکنند. طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان که پیش از این حملات انتحاری و جهاد را در افغانستان روا دانسته بود، اکنون از روند گفتگوهای صلح پشتیبانی میکند. رئیس و اعضای شورای علمای پاکستان دیروز در نشستی در لاهور میگویند که آنان از گفتگوهای صلح کابل با مخالفان مسلح دولت پشتیبانی خواهند کرد، زیرا به باور علمای پاکستانی پیروزی در این گفتگوها برای کشورهای همسایه افغانستان نیز کامیابی در پی خواهد داشت. در همین حال ابراهیم رئیس ایالتی جماعت اسلامی پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا افغانستان را در گفتگوهای صلح همکاری رساند. ما خپل حکومت ته هم دعوی خپل فوج ته هم دعوی چې هغه د افغانانو په منځ کې د مذاکره بین الافغانی مذاکره په دې لړ کې خپل کوششونه وکړي او زیار وباسي. این گام های پاکستان با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده است. جانب جمهوری اسلامی افغانستان از تعهدات اخیر کشور دوست برادر و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان مبنی بر همکاری های همه جانبه در روند سال و همچنان تحکیم ثبات در افغانستان استقبال میکنم. پیش از این مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان و طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان جهاد را در افغانستان، فلسطین و کشمیر زیر اداره هند روا گفتند. در استراتژی جدید پاکستان صلح در افغانستان بیشتر اهمیت دارد تا جنگ. جنگ برای پاکستان فرسایشی است، جنگ برای نیروهای نظامی پاکستان فرسایشی شده و جنگ برای طالبان هم فرسایشی شده. به اون لحاظ فرسایشی شدن جنگ سبب میشه که تمامی نیروهای خود پاکستان به طرف ایجاد یک نظام نوین و ارتباطات نوین نه تنها با افغانستان بلکه با مناطق دیگه یا با کشورهای دیگه که در منطقه وجود دارن قرار بده. پیش از این اظهارات ملایان پاکستانی و سران مذهبی این کشور درباره روادانستن جهاد در افغانستان با انتقاد شدید مردم و دولت این کشور روبرو شده است. اکنون دیده می شود که این افراد دیدگاه های گذشتهشان را تغییر دادن و باید منتظر بود و دید که گام های بعدی حکومت پاکستان و این افراد در تقویت گفتگوهای صلح دولت افغانستان چه خواهد بود؟ خانواده های 30 مسافری که از سوی تفنگداران نقاب پوش در زابل ربوده شدند از بیش از یک هفته بدین سو انتظار میکشند، اما کوچکترین خبری از این ربوده شدگان در دست نیست. در همین حال فرمانده پلیس زابل میگوید که آدم ربایان جنگجویان داعشند و نیروهای امنیتی عملیاتی را برای نجات این ربوده شدگان براه انداختند. از ربوده شدن 30 مسافر از سوی تفنگداران نقاب پوش 9 روز می گذرد. اما تا کنون کوچکترین نشانی از ربوده شدگان در دست نیست. بارها بزرگان اقوام کوشیدند تا در این باره میانجیگری بکنند، اما ظاهرا این تلاش ها کارگر نبودند. در خدای بخاطر در ده امن دیکیر مرد بود کنیه نو خدا قدایش پر طول افغانستان که نمگر خواه اول ور بلده غرغنده و لده خاک افغان بود. بی‌نتیجه بودن میانجیگری بزرگان اقوام سبب شد تا نظامیان کشور دیشب دست به کار شدند و برای رهایی مسافران ربوده شده عملیات را راه اندازی کردند. در خقفان پلوسوالی کنین پا 3 بجی که عملیات شروع سویدی چه در داشت پر مربود دلی سقه تقریبا پیو محل که در شپک وش کسان لمنی تیر بل محل که سالون کسان شپک کسان و پزیمن که واسکت انتحاری هم تصرف شویدی. فرمانده پلیس زابل نقاب پوشان ناشناس را وابسته به گروه داعش می‌داند و می‌گوید در عملیاتی که برای آزادسازی ربوده شدگان آغاز شده است تا کنون ده‌ها جنگجوی آنان کشته شدند. این عملیات را فرمانده پلیس کندهار و فرمانده قلردوی 205 میوند را با مسئولان امنیتی زابل رهبری می‌کنند. جنرال صبرازیک دلی په زابل کې د عملیات مشر په غاړه لري، هغه نیایي کوشش کوي چې هغه زموږ مسافرونه وژغوري او نجات. اما دورتر از میدان جنگ در پایتخت
این خانواده از نو روز بدین سو روز خوش ندارند و همواره انتظار آمدن خدا بخش را میکشند. خدا بخش یکی از مسافران است که همراه با 29 مسافر دیگر از سوی تفنگداران نقاب پوش ربوده شد. میخواییم پدر ما بسخ ظلمت در خانه بر بگردند. همسر خدا بخش که چشم به دروازه نشسته است میگوید که خدا بخش برای رسانیدن خواهر بیمارش به هرات رفته بود. ما به قد صدای افت بجه یا اشت بجه قچیگ را روخشتیم و نمو قصگوید خانه بگو خدا خواست میرسم. دیگه ما تا این روز نه یک اولی داریم از اون نه یک هیچ چی دیگه بجز از خدا دیگه چاره ندارم. شجاف اشت سرایال استم یا سرایال هم که خدا دکجا شنم یا. ربوده شدن خدا بخش برادرانش را از ایران به کابل آورده است. دو روز بعد شده ما زنگ زد که برادر تو گم است. اسیر گرفته. یه نمی بود که دیگه در اردوگاه رفتیم و دیروز خانه رسیدیم. مانند خانواده خدا بخش 29 خانواده دیگر نیز در انتظار برگشت دوباره گمشدگانشان هستند. اکنون دیده شود که عملیات نظامیان افغان به چی نتیجه خواهد رسید و چی زمان گمشدگان این خانواده ها به خانه برخواهند گشت و این کودکان به جای عشق اندو عشق شادی خواهند ریخت. تا لحظات دیگر وعده دو رقیب دیرینه هند و پاکستان آتش بس در کشمیر را نقص نمی کنند. هم خوش آمدید. معاون وزارت خارجه هند گفتگوها را با همتای پاکستانیش سازنده و مثبت می‌خواند. اس جی شنکر می‌گوید که دو طرف توافق کردند تا به نقض آتش بس در خط مراقبت مرز منطقه کشمیر پایان دهند. معاون وزارت خارجه هند در سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان نیز درباره روابط دو جانبه و امنیت منطقه گفتگو کرده است. بیل گیتس بار دیگر به حیث ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد. مجله آمریکایی فوربس بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت را که 79 میلیارد دلار دارایی دارد برای 16مین بار در صدر فهرست بیش از 1800 میلیاردر جهان قرار داده است. جشنواره بزرگ خلاقیت بریتانیا در شهر شانگهای چین آغاز شد. بیش از 500 شرکت بریتانیایی تازه ترین محصولاتشان را در این جشنواره به نمایش گذاشتند. بیش از 500 شرکت بریتانیایی تازه ترین محصولاتشان را در جشنواره بزرگ بریتانیا در شهر شانگهای چین به نمایش گذاشتند. محصولاتی که تولیدات خودکار شرکت های فناوری را نیز شامل می شوند. این یک تولید بسیار خلاقانه است. نرم افزارها و ماشین های رباتیک بسیاری در رکس وجود دارند. این جشنواره محل عالی بازاریابی برای محصولات ما است. چینی ها از راه اندازی چنین جشنواره هایی در این کشور استقبال می کنند. با چنین بازار بزرگ و بلوغیت این شرکت های فناوری، چین استعدادهای ذخیره کافی در اختیار دارد که اگر بتوانیم آنان را به نظام مبتکر جهانی کنونی مدغم کنیم، چین در موج آینده نوآوری ها خواهد توانست تا چیز تازه تولید کند. اداره تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا که این جشنواره را راه اندازی کرده است امیدوار است که از این جشنواره ها سود زیادی به دست آورد. قرار است این جشنواره به روز چهارشنبه پایان یابد. تا لحظات دیگر شرکت برشنا و اداره مستقل اراضی متهم به بی‌پروایی در مورد پارک های صنعتی. هم خوش آمدید. و غصب زمین مانع ساخت پارک های صنعتی کمری کابل و نبود برق سبب توقف کار پارک صنعتی حصارشاهی ننگرهار شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان اداره مستقل اراضی و شرکت برشنا را در تصفیه نکردن زمین پارک صنعتی کمری و شرکت برشنا را در فراهم نساختن برق برای پارک صنعتی حصارشاهی ننگرهار به بی‌پروایی متهم می کنند. هرچند برای ایجاد پارک‌های صنعتی کمری کابل در حدود 10 سال پیش بیش از 4600 جریب زمین دولتی اختصاص داده شد، اما به گفته مسئولان اداره آیسا این زمین‌ها غصب شده است و اداره اراضی تا کنون نتوانسته این زمین‌ها را در اختیار آیسا قرار بدهد. فیصله به میشد که او زمین باید به اداره آیسا تسلیم داده شود و تا به اساس زمین که تقاضا موجود است باید برشان همین زمین توزیع شود، لیکن به اساس اینکه باز جنجال ها باز موضوعات بودن خب بالاخره او زمین به اداره آیسا تسلیم داده تا حال نشده که تا ما او زمین توزیع بکنیم.
اما اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که مشکلات حقوقی زمین‌های پارک‌های صنعتی کمری برطرف شده است و این زمین‌ها به زودی در اختیار آیسا قرار خواهد گرفت. زمین مورد نیاز اداره محترم آیسا و جانب وزارت تجارت و اداره آیسا ما آماده انتقال هستیم. انتقالش ادامه داره، پروسه شدید قانون تکمیل شده، اونا مالک زمین است. از سوی هم اداره آیسا میگوید که برای ایجاد زیربناهای پارک‌های صنعتی اسارشاهی ننگرهار بیش از 25 میلیون دلار از سوی بانک جهانی و بیش از 2.5 میلیون دلار از سوی اداره آیسا اختصاص یافته است، اما به علت نبود برق کار ایجاد زیربناها در این پارک متوقف مانده است. از سوی دیگر شرکت برشنا از آمادگی این شرکت برای رساندن برق به پارک‌های صنعتی اسارشاهی خبر می‌دهد. کمبود انرژی را داریم. انشاءالله که با وصل نمودن برق تازه که ما از ترکمنستان می‌گیریم، ما 100% را در نظر می‌گیریم. تا کنون در پارک صنعتی اسارشاهی ننگرهار 100 نمره زمین برای سرمایه گذاران توزیع شده است و تا کنون زیر ساختای 35 کارخانه در این پارک ساخته شده. و نگاه دیگر به چند خبر. محب الله صافی معاون پیشین بانک مرکزی و از متهمان فراری پرونده کابل بانک پس از بازگشت به کابل زندانی شد. نیروهای امنیتی عملیاتی را برای نجات مسافران ربوده شده در زابل آغاز کردند. و بیل گیتس برای 16th بار به حیث ثروتمندترین مرد جهان شناخته. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.